قطار تبریز هنوز نرسیده؟ 10 دقیقه دیگه میرسه. 4 تا بلیط برای تبریز ها. موقع رسیدیم. ماشاءالله خلاقیت داری تو بستن دست. باریکلا. من با همین گره‌های متنوع تو برنامه چچنگت تلنت پارسال تونستم به مرحله آخر به جز 10 نفر برسم. باریکلا. با نیمه تناب تو یکی از برنامه‌ها جوری تونستم ستاشون رو به هم دیگه رو صندلی ببندم که نتونستن از جاشو جنب بخورن. نه بابا. میفهم. این چه وضع آنتندخی ساخه؟ سامیر الان هم میشه نجات معجزه آسادش چه باشیم باز؟ نه بابا تو فیلم ها فقط یه بار اتفاق میفته. یعنی مثلا هیچ فیلمی نیست که دوبار آرتیست رو نجات بدن؟ من که فیلمی یادم نمیاد. من اینکه از این سریال آب دو خیاری ها باشه که آب میبندن توش. خوشگلم پسرم. بابوشکا سلام. خانم جان سلام. خانم جانه سلام برسون. نبوریدی کی؟ اختیار دارین بدون شما خرگز. سلام میبینید وضعیت منو؟ شما باید شاهد مرگ قاتل فرزند و نوتون باشید. خواهر خونگرمت رو که خودت کشتی. کشتم که کشتم، خواهر خودم بود. از این به بعد به خودتون بگم هر کس اسم خواهر منو بیاره با تیر میزنم تو پاش. تمام این را گیر، به همین جور گیر. برو خدا منو نکش. این تیگا، این تیگا. آی آی گرجی چیکار داری میکنی؟ نکشش تو، تو رو خدا نزار من ناکام از دنیا برم. گل خورد، غلط کرد، اشتباه کرد، یه گله بهمی زده دیگه. بحر ما بابا تقصیر خودش نبودی که انجام وظیفه کرده. نکشش ها، تو رو خدا نکشش، به خاطر من نکشش. گرجی جانم قربونت برم، نکشش، انتقام کار خوبی نیست، نکنی کارو. چه شده؟ آنتن رفت. آه خدا رو شکر. داد بیداد داشت خفه شدم، تو رو خود یکم جا به جا میشه. آخ ببخشید رود نشست کرده بودم. الو الو نبورید. نه خیر خانم جان، اکنون میبرم سیر کن. این تیگا بابا نکن انتقام کن. آنتن رفته. ای بابا این چه مملکتیه؟ مملکت به این بزرگی وضعیت اینترنتش باید این باشه؟ خب چرا وصل نمیشه به وای فای؟ مگه قطار وای فای داره؟ آره بابا اونا ها اونجا نوشته وای فای داره. گفی؟ خب قطار وای فای داره؟ من میگم نداره. قطار وای فای نداره به خود نداره ها. بس شد؟ آه واش شد. خانم جان تصویر را داری؟ الا بابا گفه؟ شفاف مثل آینه ببور دیگه. خب خدا رو شکر میکشه منو. اخزان به این وای فای. آره خوبه خیلی وای فای. این تیگا نه کچه من آرزو دارم من انسان با شیشتیک سیمرغ میگیرم تو رو تو نامرد نه کچه غلط کرد اصلا من غلط کردم بابوشکا تو رو خدا بابوشکا نه کن گرجی نه کچه گناه داره گرجی گرجی جا منو نه ها ساسان توی درسته؟ یادم این صحنه رو ساسان این کیه؟ ساسی پولتشن کیه؟ این کیه؟ به من میگرد سلام بابا
بابوش، بابوش، بابوش. سلامت خانم. نه تنها خوب نموندی، بلکه قیافت مثل تدیک عدس بالای خودش. ولی من هنوزم معتقدم شما میتونی بازیگر بشی. قیافت جون میده واسه نقش مومیایی فرعون. گلرم ببین اینقدر دقیق زدم آوردم رو چپم زدم ته اصلا اینم نوش بیا سرمو ببر بیا کلام نشد اجازه باش بیا اصول کنید بیا بریم چون یه با معرفت برازندته برازندته ها کجا فهمیدی تو؟ نایمده بودی سرشو بریده بودن من از همون اول که اومدم فهمیدم یه جای کار میلنگه فقط یکم دقت میخواست تابلو بود اینا اصلا این کاره نبودن پاچون به استادیوم هم باز نشد بود بعدا فکر کردم من خرم فرق لهجه افغانی و گرجی رو نمیفهمم میفهمی؟ سامی بابا اون موقعی که وضع دلاری نبود هر سال تابستون جاتون خالی واسه اشغال میرفتم با تومی لهجهتون افغانشون بهتر بردم بخود هرچی کد میدادم متوجه نمیشدی فکر یکم اونقدر حواس جمع باشه پژمان جون جاره یه چیز میگم بین خودمون ست تا باشه میمونی من فوق لیسانس برقدرت دانشگاه صنعتی شهر حفشو بابا زیر پژمان تو که میدونی بابا این استادیومیا از بچه خرخونه خوششون نمیاد واسه همین گفتم من سیک دارم ختمو بخونم بلا چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو وقت نداریم بریم توی جنگل بریم توی جنگل اینجا با نتفیک بریم توی جنگل بریم توی جنگل اینجا با نتفیک خدا میگم طبیعیه این روزا همه میخوام ما رو بکشن اون از رضا رویگری و مزدفری اینم از اینا خدا سامی جونمونو برای این مردم و مملکت گذاشیم کف دستمون بعد مردم فکر میکنن هنرمنده دارن اشغال میکنن به خدا کار ما از آتش نشانی هم سخت‌تره اورژانس معدن پرستار همه سخت‌تره همه میگم دم این ساسانه گرم اگه نرسیده بود خیلی مرده حاجی یعنی نکنه این فرشته نجاتمونه ما نمیدونیم تا حالا دو بار جون ما رو نجات داده ها نه بابا شانسی بوده عزیز من ها آره یکم واسه فرشته نجات بودن خیلی کلوفه قیافش دیدی بعد بگو استقلال خوبه تا حالا دیدی یه لیدر استقلال بیاد ما رو نجات بده بدبخت حالا یه بازیکن استقلالی دیدی گل بزنه بخوان سرشو ببرن چه ربطی داره من این گل با پیرن تیم ملی زدم نه با پیرن پرسپولیس که خب تا حالا یه دونه استقلالی دیدی نه با پیرن تیم ملی گل نزنه نه استقلال من به عنوان خبرنگار اقتصادی این مملکت وظیفه دارم که جامعه رو آگاه کنم تا رشد کنه اگه من دور و برش بودم میدونستم چطوری به خودم وابستش کنم بعد پرتش کنم حواست باشه به کی چی میگه یا
دیگه من میخوام بیام عضو هیئت مدیره بشم، بعد بشینم جای داداشم، بعدم بشینم جای بابام. تو همیشه شاهزاده ای پسرم. ایشون که میگن اصلا شما رو نمیشناسن. یا تو ازش پیدا کردی؟ از کی؟ هیچ کس نباید راجبه این موضوع چیزی بشنوه. مطمئنی ما رو میتونی اینجا ببری بیرون؟ یه دقیقه اونگور نشین. فرد سایی من خوراکم جنگل و طبیعت بچه ای کف دستمه. از زبونش رو بشناسی، خودش مسیر رو بهت نشون میده. زبون طبیعت رو؟ بله. مگه زبون داره؟ زبون نداره، طبیعت باهات حرف میزنه. تو بلدی زبون طبیعت رو کجا یاد گرفتی؟ بلش کن حالا دیگه. بگو از کجا یاد گرفتی؟ جان سام بگو از کجا یاد گرفتی؟ ورکشاپ رفتی؟ من توی جنگل نارخوران همه فوت و فن بقای تو جنگل و اینه کف دست یاد گرفتم با یه گروه خفن. من فکر میکردم جنگل نارخوران از این جنگل پیکنیکی هست. همه همین فکر رو میکنن. میدونی تو نارخوران چقدر خطر تو کمینته؟ آخه بهت بگم الان میخوای؟ خب بگو. بگو. خودم مو به تنم سیخ میشه به خدا. من تو جنگل نارخوران جغ دیدم. شوخ واقعا نکنه. همین چه فاصله ای؟ چه فاصله ای؟ همین دقیقه همین. نه به جان سام. تو وقتی میخوای با طبیعت یکی بشی باید خطراتشو به جون بخری تا بتونین با هم یکی بشین دیگه. آره مثل یوگا با مثل چاکرا چاکرات باید باز بشه که یکی بشه. بابا تو خیلی عمیق بودی پیش ما، من نمیدونستم. اگه خواستم پست بذارم زیرش از این کپشن مفهومی ها مینویسی بسن؟ برای خدا این چی الان میگی؟ من نوکر میکنم، مینویسم برات سن میکنم. چی شده؟ بله طبیعته؟ بله. چی میگه؟ بگو منم اینجا. بگو خودش داره میبینه. خودش چقدر خفنه پسر. بابا دمت گرم. طرفدارای پرسپولیس کجا؟ ریختمشون پایین بابا. چیکار کردین؟ طرفدار نیستن اینا که. افتادم به جونم دیگه کتک و کتک کردم. قطارم داغون کردم. الان کجان؟ ایسکا سند دادیمشون دست پلیس راه. 30 کیلومتر. آ بهتر نمیان اینا استادیوم ها. آبرو پرسپولیس هم میبرن. آقا من دیگه نمیتونم. آخه الان وسط جنگل که نمیتونیم بمونیم، بیا بریم. من نمیتونم، تو برو خودتو نجات بده. به این زودی تسلیم شدی سامی؟ آره تسلیم چیه حاجی؟ با
پام همش تاول زده. من تو فیلمم اگه قرار باشه این همه راه پیمایی کنم میگم برام بدل بگیرم. پاشو مسخره بازی در پاشو مسخره بازی در نیار. پاشو ببینم من خودم داغونم. پاشو تو رو خدا. پاشو بریم. نمیتونم تشنمه. الان من آب دارم اینجا. من تو زبون طبیعت رو بلد نیستی. بگو به اون آب بده. من تشنمه. الان ببین یه چیزی رو به من بگو. نمیایی دیگه؟ نه ترجیح میدم که تشنه و خسته بمیرم تا تشنه و خسته و گشنه. خیلی قشنگ بود. ببین شب که شد اون وقت حیوانای وحشی اومدن خوردنت دیگه سراغ منو نگیری. یا کدوم حیوانا؟ کدوم حیوانا؟ جنگل مرد حسابی. اینجا ببر داره، شیر داره، تو بهترین حالتش. تو فکر کردی من خرم؟ ببر و شیر فقط آفریقا داره. اینجا فوقش داشته باشه چی؟ فوقش چی داره؟ خرس داره. اصلا به فرض که اینجا فوقش خرس داشته باشه، شما درست میگی. خرس چی میخوره؟ خرس چی میخوره؟ پفک. چطور؟ پاشو بریم. پاشو قربونت برم، حالت خوب نیست. پاشو. به خدا من تو رو از این جنگل میبرم بیرون سامی. ببین طبیعت داره منو صدا میکنه. بلند شو مرد. پارتیزانو بلا چاو بلا چاو بلا ده پارتیزانو بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 پارتیزانو. خرس گوه خورده میاد سمته. خدا من از این جنگل ببرم. خب دوون بیار، من به دیگم طبیعتو میشناسم. بیا با من، برو خدا با من بیا. تشنم عزیز من، دوام. من خیلی تشنم. به خدا داریم به انتهای جنگل میرسیم. به من اعتماد کن. ببین قشنگ دارم میبینم. این چیه؟ چیه؟ این چیه؟ درباکله. خب این یعنی چی؟ آره اصلا رسیدیم به آبادی. رسیدیم به آبادی. درباکل خیلی چیز کاربردیه. منم همیشه یه دونه امرام دارم. دربازکن امرات داری؟ آره. من تو نداری؟ کدوم آدم آخری دربازکن میذاره تو جیبش راه میفته این من اونور؟ همین که الان اینجا جا گذاشته. کنف شدی؟ بابا درباکن همیشه باید یه دونه همراهت باشه. که شکرت. اه اه جونم سوراخ بوده، درباکنم افتاده. حسه نخوری به این مال تو. من که من که استفاده نمی کنم. یا تا عادت ندارم. خیلی شبیه مال خودمه. هست میگی؟ دست در نکنم. ببین میزشو این علامت نیست. نشونه است. به خدا اینا نشونه است پسر. بعد تو برای تشنگی داری وای میسی؟ را بیو فید بگم من طبیعتو اینه کف دستم به خدا بلدم. خال داره؟ برای همه داره؟ نه. تو هم خال داری؟ نه. خال داره؟ نهیده بودی تالا؟ سره. رد پا رو نگاه کن. مال دو نفرم است. به خدا ما رسیدیم پسر. دمت کن برو بریم. بودو داریم به انسان رو میرسیم. آمی تشنم میدونم میدونم. شده چهار تا، شده چهار تا، به خدا رسیدیم. دمت گرم. خدا شکر داریم میرسیم به انسان، داریم میرسیم به شهر. گفتم من میبرم تا اینجا بیرون. این هوشم دیگه داره خودم رو اذیت میکنه. خدا حک شد؟ دارم سعیم میکنم.
چی شد؟ هک شد؟ هر 3 ثانیه یه بار بگی که هک نمیشه، کار داره. شد؟ بسه دیگه، دیوونم کردی. بقالی که هک نمیکنم، دوربین ایستگاه لایه‌های امنیتی داره. آره ولی چی؟ کار شما حساسه، کار منم حساسه، احتیاج به تمرکز داره. هی بگی شد شد شد، تمرکزم به هم میریزه. میفهمم ولی چی ها؟ ولی شد، مثل اینکه هک شد. ایوا شد. یمین عملیات بدجور به نرسی خورده. اون عملیات لیبی بود که لو رفتیم، 3 روز تو فاضلاب بودیم، اینقدر پیچیده نشد. من که حاضرم مثل عملیات بوسنی سربا بگیرن شکنجه میکنن، ولی ریخت این دوتا احمق رو دیگه نبینم. تو عملیات عراق گاز اعصاب زدن من اینقدر عصبی نشدم که از دست این دوتا. آره راست میگی. ببین فرشاد، دختر خوشگله بود، من ازش خیلی خوشم میومد، یادته؟ اسمش چی بود؟ النا. آفرین النا. اتفاقا میبینمش. میبینیش؟ اون وقت کجا؟ پورتلند، میاد بهم سر میزنه. تو مگه نگفتی جاسوس روساست؟ خب تو یه چیزی گفتی، بهش گیر داده بودی، من یه چیزی بهت گفتم که بگشی کنار. احمق، من بهش گیر داده بودم، اون عاشق من بود، شبا تکس شب بخیر بهم میداد. خوف برو بابا، عملیات آدرنالین میزنه بابا. تو با هم بچم دردی بابا، عزیزی بودم به خاطر این چیزا که آدم با هم اصلاً نمیکشه که. یه چش دوز ناموس خفش زر زن ها. ای شرف لادا کجایین؟ تو راه ایستگاه سهند. خوبه، ما دوربینای مداربسته ایستگاه رو هک کردیم. من هک کردم. 3 نفر محموله رو توی پارکینگ ایسکا سواری یه ون نقره‌ای کردن، بعدش هم رفتن سمت شمال، احتمالاً دارن میرن به طرف مرز. میگیرمشون قبل از اینکه برسن به مرز. میگیرمشون. اما دوتا دیوانه چه خبر؟ نمیدونم، توی این تصاویر که ما هک کردیم نیستن. من هک کردم. گمشون کردی؟ هی میگم بذار من کار اینا رو تموم کنم بکشمشون، اینقدر لفتش دادی تا گم شدن. حالا فقط تمرکزت روی پیدا کردن اون ون نقره‌ای باشه تا از دستمون در نره. گرفتمشون، خبرت میکنم. بریم سمت شمال، چشم بندازین دنبال یه ون نقره‌ای باشیم. وایسا ببینم این دختر مراکشیه تو نایروبی رو هم تو گفتی جاسوس روساست، نره این طرفش. آقا الان وسط عملیه جای این حرف هاست. فرمود تو نمیخوایی چیزی به اینا بگی؟ از کنین دیگه. من اینو میکشم جاسوس دو جانبه. حتیل من نیست، دست رو از داری میکشم. لحنه ما ببهم، یا تو دیگه سامی، ما برای هوادارامون هم شده بعد بلند شیم. چشممون ها به ماست پسر، به خدا سینما هنوز به ما نیاز داره ها. بلند شو مرد، ما اجازه نداریم بشینیم، ما باید چیز کنیم. فعل خواستن رو باید صرف کنیم، درسته؟ پس بیا صرف کنیم. پاشو صرف کنیم. پاشو مرد، پاشو منم بلند کن. بلند شو، خوشو دیگه. بلند شو مرد. آخرش ما از گرسنگی و تشنگی اینجا میمیریم نه؟ آره احتمالا دیگه. تو زبون معمولی بلد نیستی، زبون طبیعت بلد باشی؟ نمیزنه، خدا هیچی نمیگه. خفش شو پشما، تو چرا انقدر بیادبی؟ بدبخ، اگه موبایلمونو نگرفته بودن به خدا با ویز 2 دقیقه‌ای میبردم به دم خونه. به خدا تو جنگل نارخورانم با ویز کار میکردی؟ نه اونجا مثلا، نه اونجوری که مثلا، فقط برای اینکه ببین من خوراکم زبون طبیعت سگ مصب حرف نمیزنه، لال شده. لالی؟ یه چیزی بگو. سرت کنن پشمان، خیلی بیشوری. پشما، یه فیلم دیدم داستانش واقعی بود. 2 رفیق گیر میکنن تو کوهستان، بعد میدونی تش چی میشه؟ یکی از رفیقا اون یکی رو میخوره. یعنی چی؟ یعنی چی رفیق اون یکی رو میخوره؟ واقعیه؟ خب گشنه و تشنش بود دیگه. هارد بخوره یعنی چی؟ چون گشنش رفیقش رو بخوره؟ خب پس دیگه داری که چقدر گشنش باشه؟ یعنی چی الان؟ یعنی چقدر گشنش باشه؟ آقا چرا نمیفهمی؟
یه نفر زنده بمونه بهتر از اینه که دو نفر با هم دیگه بمیرن. کی اینو گفته؟ دو تاشون هم بمیرن دیگه، رفیقن، دست تو دست هم میمیرن. نهیدی تو فیلم ها؟ به نظر من رفیق خوبونه که بذاره رفیقش بخورد. کی همچی؟ الان چرا داری به این فیلم ها فکر میکنی؟ چرا تو پرت داری میگی؟ بی خودی تو... شروعش نکن. گفتم یه دونه فیلم تعریف کنم یه خود حواسم از گشنگی و تشنگی پرت بشه. الان حواس من پرت شده؟ درک بخ رفیقش. پژمان. بله پژمان. اون انگشتو میگه جون مادرت منو نخور. خدا من خوراک هم طبیعته، بالاخره اینجا حرف میزنه با من، میریم غذا میخوریم کیف میکنیم. باشه میشه یه قصده اونو در نیاری؟ تموم گوشت تنم ریخت. این گمه تا خون جمشیدی رویش ننشیند آرام نمیگیرد. خیلی خب باشه، ولی ما کار مهمتر داریم. هیچ کاری مهمتر از گرفتن این تیگام خون خاخرم نیست. یادش خار روز با منه و خار شب. خیلی خوب، یه همچین خانواده قهرمانی رو فراموش. سکت، یک بار دیگه در مورد خاخرم زرزر کنی. آقا بسته دیگه. خیلی خوب باشه. ببین به اون یارو که قراره ما رو از مرز رد بکنه الان زنگ بزن بگم داریم میه. تماس بگیر. رمز گشایی کنم. خبش تماس بگیر. تلفن کنم. تماس بگیر. تماس کنم. باش. درود بر آصف خان. من تماس گرجی هستم. آصف خان چه شد؟ یک انتقال قدرت مختصری داشتیم. درود بر تماس گرجی. ببینم شما خمپاشا هستی؟ انتقال قدرت مختصر داشتی؟ پس خمپاشا چه شد؟ من خان اشرف هستم. درود بر خان اشرف، درود. ما تا ساعتی دیگر به شما در محل قرار میپیوندیم. زنده باد چچن مختدر. پاینده باد گرجستان سربلند. سترس یه دقیقه سب کن ببینم تو از کجا میدونی که این دبر انتقال قدرت داره راست میگه؟ ببین یک ضرب المثلی چچنی خواست که میگه یک چچن هیچقدر مورد این تیگال قدرت دروغ نمیگه مگه اینکه مجبور باشه. خب ممکن دروغ بگه دیگه. نه اگه مجبور باشه. حالا داره میگه اگه مجبور شی دروغ میگه. نه دیگه. باید مجبور باشه. خب مجبور شی دروغ میگه دیگه. اگه مجبور باشه. خب داره خیلی خب تو چه داری با هم ایستی؟ چه شد؟ بابا ناصر پاکوتا. خسته نباشی آقا زحمت که جاده رو چرا بستی؟ خراب شده جاده بستیمش. ما عجله داریم که باز میکنیم. نه دیگه عجله کار شیطونه. هستیم خدمتون. تو الان داری کیشیک میدی؟ آره دیگه. کیشیک رو به بیرون میدن نه رو به تو. شفتک بپا ببینم. بیا. تموم شد. تموم شد. یعنی چی تموم شد؟ بالاخره تموم شد. یعنی به نور رسیدی؟ من
تموم شد. بهت گفتم دیوار هیچ زندانی اونقدر بلند نیست که بتونه حسام با لبست تو خودش نگه داره. میدونستم. حسام سلام علیکم. حسام مامور چی میگی تو؟ ببخشین در رو دیفون هست من مزقایی میکنم. بلنش جلال پدست دون زم های بیت بیرون. آقا ما به خدا کاری نکرم، من اصلا با اینا نیستم. من اینجا نشسته بودم یهو دیدم الان اینجا پشت آلپاچینو داره صدا میاد. حرکت کردم اومدم این ورس. من دیگه این حرفا حالیم نیست، پاش بیت بیرون. آزادت. آزاد؟ آقا ما 2 سال حبس داریم، اشتباه گرفتی بنده بغله. امروز دیگه روز آخر 2 سالتونه. پاش بیت بیرون اما با پاشو. 2 سال چجوری تموم شد؟ 2 سال شد؟ زمان این برق و باد میگذره. عجب همه کندیم، حیف. فدای سرم که کندیم، میفروشمش. دونالا خب تو زندان مگه بیمشتری میمونه؟ نمیشه خودمون ببریمش. فارسی زبانان عزیز، برای تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی وارد سایت تلویکا شوید. جدیدترین فیلم و سریال های روز را با بالاترین کیفیت و همزمان با انتشار در ایران قانونی از طریق تلویکا تماشا کنید. به همراه زیرنویس عربی، انگلیسی و کردی. 7 روز تست کاملا رایگان. پرداخت امن و آسان از طریق استرایک و پیپل. موجود در اپ استور و گوگل پلی برای نصب بر روی سیستم عامل iOS و اندروید. امکان خرید بلیت سینمای آنلاین برای فیلم‌های در حال اکران در ایران و تماشای آن به صورت آنلاین. دسترسی راحت و آسان از طریق وبسایت تلویکا. بابا تو خیلی تباهی، بیا این قوری قرمزه منو پیدا کن، حرکت کن و راه بیفتین بجنبین دیگه. باشین جمع کنین، زود باشین. عموم شد. گریزان آشیان از من، نه من دل شادم از این آشیان، نه آشیان از من. به هر شاخی نشستم من، آی به هر شاخی نشستم من. پری بشکست از بالم، من آن مرغ سیاه بالم. خوش آمدی بالا عوض. مخلصیم، فدا شما بشم، در خدمتم جونم. گفتم داری آزاد میشی، انشالله بری دنبال زندگی دیگه، اینجا بر نگردی آقا جون، خوشت باشه دیگه. انشالله حالا بریم یه دوری بزنیم، یه هوایی بخوریم، برمیگردیم تو رکابتون. مخلصیم. امری فرمایشی کاری نداری بیرون؟ دارم بلحوز، یه کار کوچولو دارم. میگم این ناصر پاکوتا رو میشناسی؟ اسمش آشناس ولی ندیدمش. چیزی رو از دست ندی آقا جون. تو پاکوتا فقط اون محمده خوب بود، خودش محمده پاکوتا خوب بود، بقیهشون به درد نخورن. میگم آقا جون یه بار گنده شیشه، گنده دارم میگم، عمده داره از چی؟ ام مراقی میاد سمت تهران، مال همین ناصره. میخوام همچین کارشو بکنی. حالا اومدیم ما بار شیشه یارو رو هم زدیم، شما که ابدی چی به شما میواسه؟ من دلم خنک میشه آقا جون، دلم. ناصر در حق ما خیلی بدی کرده، خیلی، همه میدونن. نه آقا جون؟ برست آقا. بعدشم مالا که بردشتی ها، یه چیزی هم در خونه ننه ما بده تناس، یه موقعی سرش بزن. نوکرم شما بارو زده بدون. آقا سلامتی این بعد بدرقه رای سلامات بفرستیم. محمد تشم هرچی موندا بزن به کسب و کار سربی. فقط بهم بگو کی کجا؟ یه ون نقرهیه، از مراقه داریم تهران، همین دوشنبه. بقیه چیزا رو هم می‌نویسم میدم داوود بده. سلطان مخلصم دیگه، امری فرمایشی نیست، دوشنبه ون نقره‌ای تمام. قربونه تو برم. نوکرم، حلالت بشه. فقط رفتی بیرون احتیاط کن، شنیدم چینی‌ها دارن یه ویروسی می‌سازن که تمام دنیا رو قراره بگیره.
با رفیقات اومدم واسه داستان تعریف کرده. بگم آقا چینی ها نشکنم. قصه نیست برادر من. بچه های ما کارشون تحلیل سیاسیه. اوه بچه ها دارن. چینی ها جوری میزنن اقتصاد دنیا رو فلج کنه. بعدشم خودشون تجارت دنیا رو از آمریکا میگیرن. بابا چه مسلط ماشاءالله. البته کم به ایران نمیگه این داشما. آقا جون شوفر تاکسیه، یعنی بیرون از زندون چی تاکسی داره. آها داداش این آقا هم سیاسی بلده هم فرهنگی هم اجتماعی. بله بله. شما داری میری بیرون احتیاط کن، بیرون امن نیست. چشم رو چشم. رفتی بیرون دست صورتم روزی دوار با سهومه چو. حالا شما مسخره کن. رفتی بیرون دستکش دستت کن، یه وقت ویروس رو دستت نشینه. خواستی بری بیرون ماسک بزن. چی شد؟ کی بود آقا جون من؟ کی بود ماسک؟ ها؟ خود معرف خوش نشون بده. بیچاره بینه؟ بیچاره ای بابا آقایون داداشا ایشون تحت حمایت منه. نابلد بود، جوون بود، قند عسل، حرف دهنش نچرخید. آقا جون اشتباهی گفت ماسک. گفته باشم نگی نگفتی یا بلنش بینجا داوود جونم. آقا باید عوض کن. چشم آقا. بیا آقا جون ببینم ماکس درسته کوچولو. آقا اشبت مخلصیم دیگه، مزاحمتون نمیشیم. خداحافظ شما. جنسا کجاست؟ هیچی نگو. هیچی نمیدانم که بگم. همینم نگو. نگه که هیچی نمیدونه؟ یک چچن هیچ وقت هیچی نمیگه. حتی اگه هیچی ندونه که بگه. شما لحمت چچنی؟ اینا چچنم ولی من گرجیم. ولی فرق نمیکنه، یه گرجیم هیچی نمیگه. گوش کن. ببین من واسه این نصف اینم آدم میکشم. چه برسه به این که امروز اصلا اعصابم ندارم. میکشی بکش ولی یک چچنو هیچ وقت تهدید نکن. ما گله نگفتی گرجی؟ یه گرجی اصلا تهدید نکن. گرجی ها در این موارد خیلی حساسن. آخرین شانس دیگه، یا مغزتو بتره کنم. دزدیدن ازمون. کی دزدید؟ نمیشناختیمشان. یک مردهایی بودن راهمان را بستن، گفتن جدی را تعمیر میکنن، اما به گمانم دروغ میگفتن. باقیش را نگو. باقی نداره، همینا بود فقط دیگه. چی تو زر زر میکنی؟ هیچ نگو هیچ نگو. یک چچن هیچ وقت باقیش را نمیگه، حتی اگه باقی نداشته باشه. داری کلافم میکنی؟ حرف میزنی که خودم خفت کنم. یه گرجی هیچ وقت با دهان پر نمیتواند حرف بزند، ولی بعضی موارد دیدم که چچنا بعضیشون میتونن. به خدا ما هیچی نمیدانیم. کتک من زدن محموله را بردن. خان جاسوس، برای چه آدم فروشی میکنین؟ فربود تصادفه. نه آقا بفهمید. اسخر برو پایین پیاده شو. چرا بری بر من رو نگاه میکنی؟ خانم مشکلی نیستش، ماشین خراب شده، خودمون درستش میکنیم. چه شده؟ عرض کردم مشکلی نیستش، خودمون حلش میکنیم. برید میگم. تو انگار تنت میخوره ها. بابا رو یه فسوی بزنم.
نزدیم. بچه بیشتر از این نمیشه اینجا وایستاد، باید بریم. اینا رو چی کارشون کنیم؟ نه اینا چیز بیشتری در نمیاد. از یه چچن هیچ وقت چیز بیشتری در نمیاد. ببور چوب ببور. بریم تا گیر نیفتادیم. بچه بریم. خوش کنیم. الان فقط باید تمرکز خودتون رو حفظ کنیم. تنها چیزی که الان مهمه اینه که آرامش خودتون رو حفظ کنیم تا این عملیات رو تمام کنیم. از اینجا بریم. بریم. دست به من نزن. دست به من نزن. مگه معموله تا اول چه فر بود؟ معموله تا اولم نیست. بچا بودو این عملیات تو میخواد به من. تو بزن عملیات چه؟ حالا بعد خط بر من. بودو. بچا گو دو کلمه فر بود. چه زرد میدونی تو گو؟ معموله تا اول چه فر بود؟ تو چه زرد میفهمی چی؟ بر حرف من چه؟ من تو رو پیدا نکنم. نامردم. به خدا من خوراکم زبون طبیعته. به خدا یه فیلم برای تعریف کنم. دوتا رفیق بودن خب یه جای گیر میکنن، گوش بده. بعد انقدر همدیگر رو دوست داشتن، انقدر به هم کمک میکنن، بالاخره مسیر رو پیدا میکنن. گشنه نبودن. چرا؟ گشنه بودن. پس حتما همدیگر رو میخورن.